الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که یا الله قبر من رو بت یا معبودی قرار نده که به غیر از تو مورد پرستش قرار بگیره. و این دعای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجابت شد. فلم يسمع في التاريخ، در تاریخ شنیده نشده که ان احد سجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، که کسی برای قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سجده کرده باشه. اصلا لا احد يرى تربه القبر، و اساسا کسی خاک قبر اون بزرگوار رو نمیتونه ببینه. فحفظ الله سبحانه وتعالى قبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم من ان يعبد من دون الله. بدین ترتیب الله متعال قبر این پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو از این که به غیر از الله متعال مورد پرستش قرار بگیره مورد حفاظت قرار داده.